که آرزو به خواب شد. نگاه منتظر به در نشست و آم شد به سر، نیامده به خود دگر که دوره شباب شد. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران درودامیز مهرامیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 18 ماه جون سال 2016 میلادی برابر با 29 خرداد ماه 1395 خورشیدی است. از روز سه شنبه بهار به پایان خواهد رسید و تابستان آغاز خواهد شد، ولی بدون توجه به تقویم هوا به شدت گرم است و قرار است که امروز و فردا و روز دوشنبه گرمای زیادی در منطقه ما باشد، مخصوصا روز یک شنبه که روز پدره و پیشا پیش شاد باش میگم به همه پدرها. در این بامداد نخستین روز تعطیل آخر هفته در خدمت فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما هستیم. بریم و برگردیم، برنامه امروز رو خدمتون تقدیم. ما کشته می شویم هر روز به نگاه شما، بر زبان شما، با اشاره شما. ما کشته می شویم هر روز به تنفر و ترحم شما، به توهین و تحقیر شما. ما کشته می شویم هر روز در آیین و قانون شما، در فریاد و سکوت شما. ما کشته می شویم هر روز در کوچه و خیابانهای اورشلیم و استانبول، به ضرب چاقوی مردان یهودی و مسلمان. ما کشته می شویم هر روز در اتوبوس و متروهای برلین و پاریس، به ضرب نگاه زنان مسیحی و بی ایمان. ما کشته می شویم هر روز در پستوی خانه های تهران و کامپالا، به نفرین پدران خشمگین و دعای مادران غمگین. ما هر روز با دست شما از پشت بام ساختمان های رقعه پرتاب می شویم و هر شب پناه میبریم به زیر زمین ساختمان های اورلاندو از دست شما. با روشنی روز ما جان میدهیم در مقابل چشمان شما و با تاریکی شب در نگاه هم جان میگیریم. باز این بار اما نه، اینجا هم نه. مامی I love you, I'm gonna die, اورلاندو. نوشته بود از کاوه کرمانشاهی مقیم برلین در پست فیسبوکش. خب بپردازیم به بقیه خبرهای هفته گذشته که در مقابل این فاجعه کمرنگند و جان می‌بازند. دادگاهی در مصر، محمد مصری رهبر سابق مصر رو به 40 سال زندان محکوم کرد و دستیاران و یارانش را هم به محکومیت‌های دیگری به اتهامات دیگری محکوم کرد. دو تن از اونها به 25 سال حبس، که در واقع این حبس ها و سال های اونها نشان دهنده نوعی حبس ابد خواهد بود. جرمشون هم سازماندهی تظاهرات و سرکوب مخالفان. آقای محمد مرسی که از اخوان المسلمین بود میتونه که به دادگاه جنایی قاهره اعتراض کنه. او 3 سال پیش با کودتای ارتش مصر از کار برکنار شد و بازداشت شد و همه ی آنچه بر سر محمد مرسی و بقیه میاد و یارانش میاد نشان از بیدار بودن ملت مصر در مقابل اینی که میخواستند کوشش و جنبش و برخواستنشون و خواستشون رو برای دموکراسی و آزادی از میان راه بدزدن. در کشورهای دیگر این کار رو کردند و نتیجهش رو دیدیم. خانم جو کاکس که روز پنجشنبه 16 ماه جوان در آستانه همه پرسی عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا
به یورکشایر غربی رفته بود، در خیابان مورد حمله قرار گرفت و کمی بعد در اثر شدت جراحات وارده درگذشت. جو کاکس نماینده مجلس انگلستان بود، بریتانیا، 41 ساله و دو فرزند کوچک هم داشت و نماینده حزب کارگر بود و سال 2015 موفق شد که این کرسی رو کسب کنه. این اتفاق و به اضافه احتمال سقوط ارزش یورو با هم دیگه نشانه از این هستش که در جریان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رویدادهای متفاوتی در جریان هستند. عامل گروگانگیری تگزاس یک مهاجر ایرانی بود اعلام شد و او که در والمارت رئیس و معاون این مؤسسه این سازمان رو به گروگان گرفته بود خودش کشته شد، به نام محمد مقدم که گفته میشه از 8 سال قبل با خانواده‌اش به ایالات متحده مهاجرت کرده بود و مشکلش با در واقع خود والمارت و مؤسسه بود که براش کار میکرد و در واقع از اینکه به او ارتقا نمیدادن و ترفیع نمیدادن ناراحت بود. تیم ملی کشتی آزاد ایران با غلبه بر تیم روسیه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2016 آمریکا رو هفته گذشته از آن خودش کرد و این مسابقات همطور که بسیاران از شما شاید حضور داشتید در فورام لس آنجلس برگزار شد و کسانی که شاهد بودن از نزدیک دیدن از وضع واقعا دردناک ورزشکاران ایرانی از نظر مالی که بهشون رسیدگی نمیشه و با تمام محدودیت‌ها به این مقام‌ها میرسن سخن میگفتن و اینکه چقدر دولت جمهوری اسلامی به این ورزشکارانی که براشون افتخار میآفرینن ظلم میکنه و در واقع بهشون پولی چندانی نمیده که حتی زندگیشون به راحتی بگذره و یا یه پرواز راحت داشته باشن. یک بانوی ایرانی به نام رکسانا کمال سرمربی تیم فوتسال ملی زنان آمریکا شد و به این مقام برگزیده شد و برای ایرانیان این هم نوع افتخار دیگری است که یک ایرانی آفریده. آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که توافقنامه هسته ایران با دولت‌های غربی یا همون برجام به معنی پایان خصومت و دشمنی کشور غربی با ایران نیست. این اولین گزارشی بود که آقای ظریف به مجلس تازه میداد و گفتش که اگه به توافق دست نمی زدیم تحریم ها تشدید می شد. آقای ظریف موظف است که هر سه ماه یک بار گزارش برجام را به مجلس شورای جمهوری اسلامی بدهد. در پی گفتار و اعلام هشدار آیت الله خمینی در مورد ولنگاری فرهنگی، صدور حکم چند ترم محرومیت در پی رقص دانشجویان پسر دانشگاه سیستان و بلوچستان در جشنواره اقوام موجب شد که 7 دانشجو برای چندین ترم از رفتن به دانشگاه محروم بشن. آقای خامنه‌ای بارها گفته که دانشگاه جای کنسرت و رقص نیست و جوانان معلوم نیست بعد اونجا چرا، به خاطر اینکه یک لحظه شادی میکنن یا شلاق بخورن و یا از ادامه تحصیل محروم بشن. خبردار شدیم که اصغر بیچاره پدر عکاسی سینما ایران، بازیگر و کارگردان نامی هفته گذشته در لس آنجلس درگذشت. او که متولد 22 خرداد 1366 بود در همون روز 22 خرداد روز تولد خودش متاسفانه چشم از جهان بربست. خواسته او که مبتلا به بیماری سرطان بودی بود که او رو به ایران بازگردانند که متاسفانه فرصت این رو نیافت. در جهان اقتصاد کمپانی مایکروسافت پیشنهاد خرید کمپانی لینکدین را به مبلغ 26.2 میلیارد دلار نقد داد و در واقع قرار مثل این که کمپانی لینکدین هم خوشحال از این پیشنهاد و دارن صحبت میکنن برای پایان دادن و توافق نهایی. گفته میشه که لینکدین به شوخی میگن کمپانیست که از بیکاری بقیه و کاربران خودش صاحب پول میشه. این شبکه ارتباطی با 433 میلیون کاربر و 1.5 میلیون بازدید کننده روزانه یکی از پرکارترین و یکی از پردرآمدترین پورتال ها و یا سامانه های اپ های روی اینترنت هست. جمهوری اسلامی ایران برای خریداری 100 فروند هواپیمای جت مسافربری با شرکت بوئینگ به توافق مقدماتی دست یافتند و این قرارداد 25 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی آب خواهد خورد، ولی اعلام کردند که ایران برای تقویت ناوگان هوایی فرسوده خودش
50 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری بکنه تا برگرده به 40 سال گذشتهش، اینطوری که میگن به اون کارایی. درآمد نفتی ایران طی 5 ماه اول سال 2016 به 11 میلیارد دلار رسید. این درآمد نفتی که در سال 2015 نسبت به 2016 افت زیادی کرده بود، احتمال میده که یک کمی به طرف بالاتر بره. 4 دانشجوی جوان امریکایی دانشگاه کارولینای شمالی لاک ناخنی را اختراع کردند که در صورت تماس با هر دارویی که مورد استفاده تجاوزگران جنسی قرار میگیره، مثل GHB، مثل روهیپنول، مثل زنکس و همسال اونها، اگر انگشتشون رو که ناخنشون رو توی اون مایهی که دارن یا مشروبی که براشون میارن که بنوشند بزنن، لاک ناخنشون تغییر رنگ میده و معلوم میشه که ماده خطرناک تون هست و نباید بخورن. این برای حمایت و در واقع حمایت از دختران جوانی است که هر لحظه به خاطر اینکه به اونها مشروب های با داروهای مختلف میدن و بیهوششون میکنن و بهشون تجاوز میکنن، به کمک اونها خواهد رفت. از این بابت یکی از اختراعات فوق العاده جالب هفته گذشته بود که در موردش خیلی صحبت کردند. یک ایرانی کانادایی تبار به نام سام میزراهی که از ثروتمندان مستقلات هست در کانادا، از محمد رضا خاوری رئیس سابق بانک ملی جمهوری اسلامی که فرار کرده و به کانادا رفته با پولهای بیشمار که هرگز هم اعلام نکرد چقدر پول را از ایران دزدیده برده و گویا با پسر این آقای سام میزراهی شریک بوده و بعد دچار مسئله میشن، با هم سرمایه گذاری ملکی میکنن و بعد این آقا در شکایت خودش گفته که آقای محمد رضا خاوری او را تهدید کرده که اگه میلیون ها دلار به او ندهد خانش را با آتش خواهد کشید. در هر حال فعلا این قضیه در دادگاه های کانادا مورد بررسی است. خب بریم و برگردیم در مورد موضوع های مختلف دیگه با کارشناسان با شما صحبت خواهیم کرد. فاروق کیوسیان وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا در رابطه با مسائل ناشی از خسارات وارده به منازل و محل کار شما و چگونگی دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه توجه فرمایید. 818-986-9331. همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در کوهن مدیکال سنتر زیر نظر دکتر شهریار کوهن با همکاری گروه پزشکان متخصص از مجهزترین دستگاه‌های تشخیص و درمان رگ‌های واریز از جمله لیزرهای یک بار مصرف گولد تیپ فایبر با پوشش های شیشه‌ای مخصوص استفاده می شود. این فایبرهای گولد تیپ باعث کاهش فشار به دیواره‌های رگ‌ها شده و پوشش‌های شیشه‌ای آن از تماس مستقیم فایبر با دیواره رگ‌ها جلوگیری می‌کند. در نتیجه درمان رگ‌های واریز شما با کمترین درد و کبودی همراه با بهترین نتایج بوده و بهبودی سریع‌تر حاصل خواهد شد. برای مشاوره رایگان با تلفن مرکزی 800-634-834-6 تماس بگیرید. اکثر بیمه های PPO و مدیکر پذیرفته می شود. کوهن مدیکال سنترز 800-634-834-6 800-634-834-6. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 35 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، رسیدا، پیکو جنبیلات مارکت و در تقاطع لاسینگا و سمی سیتی. قابل توجه دامپزشکان و صاحبان حیوانات خانگی. وقتی داروخانه های سنتری سرویس تهیه داروهای اسپشال مدیکیشن را برای حیوانات خانگی نیز انجام می‌دهد. داروخانه های سنتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید. سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و آنلیمیتد مالز با زمان محدود استفاده کنید و اتومبیل ایدال خود را با خوشحالی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800 گو مرسدس تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم. I'm a volunteer at United Way. I'm asking people around the neighborhood what they think this place needs. Wi-Fi everywhere. More playgrounds. Oh, more ice cream trucks. I was thinking more money in the pockets of local families come tax time.
Can I change my answer? I was just kidding about the ice cream. When it comes to getting better tax refunds into the hands of local families, what this place needs is you. To donate or volunteer, go to unitedway.org. Because great things happen when we live united. Brought to you by United Way and the Ad Council. You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran. بازتاب خبر. خب دوستان، در این بخش از برنامه به سراغ آقای علی شاکری میریم، کنشگر حقوق بشر، فعال خستگی ناپذیر صلح، برقراری صلح در جهان و همینطور تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، تاریخ و به ویژه در اثر تحقیقات و پژوهش‌های مختلفی که کردن، یکی از کارشناسان به نام مبارزات انتخاباتی و انتخابات در آمریکا هستند که هم از تاریخچه اون اطلاعات کامل دارن و هم همیشه این مسائل رو تحلیل و تجزیه میکنن و به دلیل اینکه انتخابات در آمریکا وارد یک مرحله تازه شده بعد از اینکه این انتخابات مقدماتی به پایان رسیده یا پرایمری ها، فرصت رو مغتنم شمردم که با آقای علی شاکری در مورد اینکه در مورد انتخابات آمریکا و در مورد مقابله دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و همینطور نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری آمریکا گفتگویی داشته باشیم، برای اطلاع خود من و همینطور شنوندگان این برنامه. آقای علی شاکری، صبح شما بخیر. صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر. خوب که هستید انشالله. خوب، عالی. هوا بهتر از این تو دنیا گیر نمیاد دیگه. کالیفرنیا تو اقیانوس آرام، از هر دقیقه زندگی باید لذت برد. خب پیشا پیش روز پدر رو به شما تبریک میگم و امیدوارم روز خوبی رو همراه با فرزندان برومندتون داشته باشین فردا. حالا امروز به ما بگید که در صحنه انتخابات و سیاست روز آمریکا چه داری میگذره؟ اولا خب تقریبا همونطور که فرمودید انتخابات مقدماتی به اتمام رسیده. اینجا یه توضیح بدم که بعضی از ایرانی ها این اشتباه رو میکنن. دو حزب، دموکرات و ریپابلیکن، دو تا کمپانی خصوصی هن. یعنی پدیدا و قوانینی که دارند در قرارداد با ایالت های گوناگون آمریکا، 50 ایالت، قرارداد انتخاباتیشون، چگونگیشون، سوپر دلیگیتشون، نظارتشون و غیره فرق میکنه، با هر ایالتی فرق میکنه و کار هر این کمپانی فرق میکنه. این سازمان های خصوصی که یکیش همین الان بزرگترینش دموکرات و ریپابلیکن و جمهوری خواه آمریکا هستن، اینا در درون خودشون رقابت میکنن. در اروپا این رقابت ها درونی است، این رقابت ها بسته است. در آمریکا به خاطر شرایطش که اینکه دو حزب بیشتر نمیتونه عملا در صحنه بزرگ عمومی آمریکا عرض اندام کنه، بازه. و وقتی هم که تموم شد، بعد از حدود یک ماه کنگرهاشون تشکیل میشه، کنگرهای دو تا حزب خصوصی که این بار در جولای 18 تا 21 حزب جمهوری خواه کنگرهش در شهر در کلیولند اوهایو و 26 تا 28 جولای حزب دموکرات در فیلادلفیا است که اینها اونجا رسما دیگه کاندیداشون و معاونینشون رو تایید شده معرفی میکنند و ما همچنین شرایطی فعلا هستیم. ولی چند تا نکته تاریخی از هر بار در انتخابات آمریکا هست که اگر علاقه داشتید توضیح میدم. حتما حتما، محبت کنید بفهمید. ببین، هر انتخاباتی در آمریکا، اولا از نظر آمریکا توضیح بهتون بدم، احزاب از موضوع های اجتماعی و اقتصادیشون در هر دوره عوض شده. مثلا از اوایل قرن بیستم بهش میگن دوره پروگرسیو، دوره ترقی خواهی. سه تا کاندیدا و سه تا رئیس جمهور در تاریخ آمریکا به عنوان ترقی خواه محسوب شدن. یکیش 1900 تا 1908 آقای تیودور روزولت که از حزب جمهوری خواه آمریکاست. یکیش و بعدش هم 1908 تا 1912 آقای تفت از حزب جمهوری خواه آمریکا و بعدش هم از 1912 تا 1920 وودرو ویلسون. بله، وودرو ویلسون. اینا سه تا
ریاست جمهوری رو اندیشه‌های ترقی‌خواهی، عدالت و مسئله کمتر تبعیض نژادی رو در آمریکا دامن زدن و این سه تا اندیشه‌هاشون به عنوان اندیشه پروگرسیو شکل گرفت. تاریخی ترین حرکتی که در اون دوره اتفاق افتاد در زمان آقای تفت بود که ریاست جمهوری اون زمان که قبلا ایشون معاون روزولت بود و بعد شده بود رئیس جمهور، در دوره بعدش که میخواست برونه که ری الکت بشه، آقای روزولت با ایشون، روزولت اول، تیودور روزولت با ایشون به دعوا افتاد و حزب خودشو مستقل کرد و رفت اونان حزب پروگرسیو رو درست کرد و جدا روند، مثل این بحثی که امروز در حزب جمهوری خواهد و جدا روند. 27% آقای تیودور روزولت رای ورد، 23% آقای تفت رای ورد و 40% هم آقای وودرو ویلسون، و لذا وودرو ویلسون دموکرات رئیس جمهور آمریکا شد. از اون دوره که ما میبینیم اندیشه‌های ترقی‌خواهی عموماً عدم تبعیض نژادی و غیره بیشتر در حزب ریپابلیکن که حزب دنبال روی مشی اولیه آبراهام لینکلن هست که برداری رو آزاد میکنه، این اندیشه ها رو دنبال میکنه تا سال 1960 تقریبا 50-60 بعد از آیزنهاور، اومدن آقای کندی و اینا که اون زمان دیگه این سیاها و اون قوانینی که آقای جانسون تصویب میکنه که میگه که سیاه و سفید در مدارس و غیره میتونن با هم باشن در اتوبوس و اینا، و جمهوری خواها به رهبری آقای گولدواتر در مخالفت قرار میگیرن، برای همیشه تا این 40-50-60 سال گذشته حزب سیاه ها بیشتر ساحل لنگر انداخته به ساحل دموکرات ها و کم کم به اصطلاح اقلیت ها بیشتر با حزب دموکرات هستن. یعنی پدیده ای که در اوایل قرن 20 بیشتر جمهوری خواها محشوریت پیدا میکرد همین الان با دموکرات هاست و این همین الان ما با یک بحران کنونی مواجه هستیم. سه چیز تاریخی در این انتخابات کنونی هست، هر بار یه چیزیه. یکی اولا از آقای مسن‌ترین بگم، از آقای برنی ساندرز، 75 ساله، ماه سپتامبر میشه 75 سالش، اگر رئیس جمهور بشه که دیگه عملا چانسش به یک 10,000 هم نیست، یعنی غیر ممکنه مگر اینکه اتفاق مرگ و میری برای خانم کلینتون اتفاق بیفته، اگه ایشون به عنوان اولین کاندیداهای مسن 75 ساله آمریکاست که یهودی تبارم هست و در این حال با اصطلاح بیشترین رأیای عمومی تاریخ تقریبا مستقل و حزب دوم رو گرفته. بله. از نظر تاریخی حزب ریپابلیکن بگم که اولین باره که حزب ریپابلیکن با این گونه انشقاق تاریخی مواجهه. چه نوع انشقاقی؟ زمان گولدواتر هم همین بود، همه بزرگان حزب ریپابلیکن میگفتن گولدواتر نشه که بعد به اون باخت عجیب رو به جانسون کرد، اما حزب مشقه نشد. این بار حزب اولین باری که از تاریخی ما رئیس کاندیدایی داریم که از ولگاریتی که میگن زبان ناسزا اولین فرد تاریخ آمریکاست. یعنی ما در آمریکا در 44 رئیس جمهور هیچگاه عوام فریب به ریاست جمهور نرسید، هیچگاه در طول تاریخ. خانم گودوین تاریخ نویس آمریکا هم اینو اعتقاد داره. این بارم من مطمئنم عوام فریبی به قدرت نخواهد رسید، به این معنا که مثلا ریگان راست بود، بله، اوباما چپ بود، کلینتون مثلا میانه و سنتر بود، بله. اما عوام فریب این چنینی که مثلا 3578 بار سو کرده آدم ها رو و سو شده و سر هر چیزی کلماتی که به کاری بره، به دوست، به رفیق، به آشنا، به همحزبی، به غیر حزبی، کلماتی است که در تاریخ بی سابقه است. به این دلیل میگم بی سابقه است. آقای جانسونی، آقای جکسونی که میبینید عکسش رو $20 که ضد به اصطلاح طرفدار برداری بود، مثلا یک روزنامه اون زمان نوشته بود که مثلا منافع افت کرده در مورد مثلا کارهای، نمیدونم چطوری بگم به فارسی، کارهای مثلا منافع افت کرده در مورد خانمش و برای دیگران. بله. این مثلا یک روزنامه اون زمان نوشته بود، این بالاترین حرفی بود که زده شده بود، ولی بالاخره این رئیس جمهور شد و اون زمان چون 24 ساعت
در 7 روز اخبار اینطوری نبود اینقدر منعکس نمیشد. درست. یا مثلا بدترین دیگه‌اش با آقای آبرام لینکلن بود، به خاطری که طرفدار آزادی سیاه بود میگفتن مثلا مادرش با یک سیاه همبستر شده. بل. ولی این نوع که شب و روز با هر کسی و ناکسی چنین سخنانی بشه در تاریخ آمریکا بی سابقه است. نکته دوم بی سابقه اینه که من تا سال 1812 24 سال پیش تاریخ آمریکا رو در انتخابات تعقیب کردم، یعنی عقب رفتم. از 1812 به این ور ما نداشتیم که کاندیداها یا رئیس جمهور ما رو یا کاندیدای رئیس جمهوری ما رو در آمریکا اینقدر کشورها، رهبران کشورها، حتی کشورهای دوست مثل انگلستان تحقیر کرده باشن. بیچاک دهن، نمیدونم دهن بزرگ، مثلا تفرق انداز، دورجون عذر میخوام، احمق. اینا این کلماتیست که نسبت به کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا که آقای دونالد ترامپه، این مطالب اطلاق شده. از نظر تاریخی بودن هیلری به عنوان اولین کاندیدای تصویب شده ریاست جمهوری حزب بزرگ آمریکاست. یعنی در سال 1870 خانمی نیت کرد به نام ویکتوریا که برونه، ولی خب اون زمان هنوز چون زن و اینا حق اینه نداشتن، درست از ایالتی که میروند اون ایالت درونش این کاندیدا شدنی آزاد بود، اون اولین خانمی بود که به فکر این اندیشه افتاد. خانم آزادی خواهی بود، از همه جهت آزادی خواه، اندیشه های مترقی، عدالت، اندیشه های رابط زنان، رابط زنان با مردان، عدم قبول اصلا ثبت ازدواج ها. ایشون اومد برونه که نتونست، ولی از اون وقت حالا این اولین بار کاندیدای یک حزب بزرگ آمریکا خانم هیلری کلینتون برای اولین بار داره میرونه. چقدر از شما سپاسگزارم آقای علی شاکری از این تحلیلی که کردین. اگه اجازه بفرمایید باز هم تا ماه نوامبر که انتخابات انجام خواهد شد هر از گاهی با شما گپی در این زمینه داشته باشیم. موفق و شادکام باشید. شما هم همینطور. تهیه یک غذای خوش رنگ و خوش طعم چی لازم داری؟ زعفرون مایه گلچین. سلام، من دکتر فرهاد امینی، متخصص بیماری های لثه، جراح لثه و ایمپلنت، اسیستنت پروفسور فعلی دانشگاه لومولیندا، مفتخرم به اطلاع هموطنان عزیزم برسانم که به اتفاق خواهرم خانم دکتر فرناز امینی و پدرم آقای دکتر محمد امینی از بهترین اساتید دندانپزشکی با بیش از 35 سال تجربه در ایران و آمریکا، همه گونه خدمات دندانپزشکی را در شهرهای ایرواین، اورنج، سانتا آنا و وست کووینا با تلفن 949 333 3333 برای شما مهیا نموده ایم. درمان کلیه بیماری های لثه، بوی بد دهان، ایمپلنت، دندان های مصنوعی، دندان پزشکی زیبایی، روت کنال به وسیله متخصص و ارتودنسی از جمله خدمات مطب های ما می باشد. پذیرش اکثر بیمه ها و دنتیکال، پرداخت به اقساط ماهیانه امکان پذیر است. کارهای مشکل دندان پزشکی خود را به ما بسپارید. تلفن مطب های دکتر امینی 949 333 3333، 949 همش 3. با سلام، لطفاً همین سه شنبه به برنامه من ژیلا بدیعی و من تناز نباتی ساعت 9 صبح برای آخرین خبرهای مهم در مورد بیمه توجه بفرمایید. 310-659-5950 عضو صفرشت ایرانی هم. بیا جوون، دستتو بده آیندتو بخونم. بفرما، اینم دستم. وکیل بیمه ای؟ یه دادگاه داری؟ آره، یکی از مشتریای بیممون زده به یه نفر در بود، آغونش کرده. طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره. میخوایم یه جوری از زیرش در بریم. ببین میشه کاری کرد؟ یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه. چی کار میکنه؟ داره پوست تو و بیمه رو میکنه. حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره. مگه علکه؟ اسمش چیه؟ یدیدی؟ کامران یدیدی؟ من باید برم. کجا جوون؟ چرا ترسیدی؟ برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنیم. کامران یدیدی بگه میگیرم، میگیره. دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. کامران یدیدی بگه میگیرم، میگیره.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. یک هنرمند، یک اثر. یاران، مطلع شدیم که در گالری B&B&Co در مرکز شهر لس آنجلس از فردا تا سیوم ماه ژوئن نقاشی های یک هنرمند ایرانی، آقای یاری استوانی، برای عموم به نمایش در میاد. آقای یاری استوانی که برای آموختن هنر و نقاشی از سن 16 سالگی ایران رو ترک کرده بودند، مدارک کارشناسی خودشون رو از دانشگاه نوادا در رینو گرفتند، بعد در گام بعدی مدرک کارشناسی ارشد خودشون رو از انستیتوی هنری سان فرانسیسکو دریافت کردند و آثار خودشون رو تاکنون 22 بار به صورت انفرادی، 3 بار به صورت دو نفره و 62 بار به صورت گروهی در شهرهای مختلف ایالات کالیفرنیا، نوادا، نیویورک، ایلینویز، میشیگان، مریلند و در کشور آلمان و ایران به نمایش گذاشتند که سبب شده که چشم هنردوستان خارجی با کارهای ایشون از نزدیک آشنا بشه. و چقدر خوشحالیم که این بار آقای یاری استوانی، هنرمند گرامی و نقاش ارزنده، کارهای خودشون رو به شهر ما آوردن، شهر فرشتگان، که به دیدار آثارشون بتونیم بریم و از نزدیک کارشون رو ببینیم. آقای استوانی، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشار، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. ممنون از معرفیتون. خواهش میکنم، سپاسگزارم که به من وقت دادید. میدونم که یکی دو روز قبل از نمایشگاه حتما سرتون شلوغه برای انجام کارهای آخری، ولی خیلی خیلی مشتاق این هستیم که در گشایش نمایشگاهتون که فردا ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر هست در خدمتون بیاییم، ولی همچنان یکی دو هفته هم ادامه دارید. بله، که کسانی که فرصت ندارن فردا بیان، شاید روزهای بعد به دیدار شما بیان. به ما بفرمایید که چند تا کار آوردیم برای نمایشگاه های استوانی. بله، در این نمایشگاه 25 تا اثر هست. کارهای تازه تونه یا متفاوته؟ اینا اکثرا تازه است. فکر کنم قدیمی ترینش یه کار باشه مال 2013، ولی بقیهش مال 2015 و 2016 است. برای دوستان ما یه توضیحی بدین که اصولا چه نوع میدیومی رو استفاده میکنید و کار نقاشیتون چجوریه و چه در چه بخشی از کار هنری نقاشی شما رو میشه گذاشت دوستان با شما بیشتر شده؟ حتما، من رنگ و روغن کار میکنم بیشتر و اگه بشه اسمی روی این سبک گذاشت، خودم میگم یه نوع سبک اتموسفریک ابستراکشن، یعنی انتزاعی اتموسفریک. بله. یه طورایی میشه گفت که ریشه داره از قسمتی که از غرب ریشه میگیره، یه مقدار ریشهش برمیگرده به کارهای ابستراکت اکسپرشنیزمی که مثلا با جکسون پولاک و گروه اون را افتاد. انعکاس مستقیمی از اون نیست، ریشه داره در اون. و از طرفی هم یه مقداری همیشه سعی کردم که اون حس شرقی و حس ایرانی در کار بیاد. و اینو میدونید به صورت خیلی زیربنایی بیارم توی کار. مثلا هیچ وقت من علاقه نداشتم که عناصر بصری فارسی و ایرانی بیارم مثلا روی کار، اضافه کنم، جوش بدم به کار. همیشه برام جالب بوده وقتی که یک غیر ایرانی کارو میبینه و میگه که این یه حس شرقی داره، یا حتی بعضی وقتا میگن حس ایرانی داره و نمیدونن دقیقا چرا، نمیتونن روش انگوش بذارن. دنبال اون بودم من. میدونید یک حس و جهت‌های حرکت فرهنگی هست که حالت زیربنایی داره، مثلا ریتم و حرکت، اون فاصله ای که دو نفر بین خودشون دارن وقتی نزدیک هم وایستادن، میدونید در فرهنگ‌های مختلف فرق میکنه. درسته. انعکاس اینو شما در معماری میبینید، انعکاس اینو در موسیقی میبینید. اون مثلا یک چهارم پردایی که ما در موسیقی ایرانی داریم، در معماری ایرانی هم یه طورایی جلوه پیدا میکنه، در رفتارها جلوه پیدا میکنه. من سعی میکنم نقد بزنم به اون حالت درونی و زیربنایی، از اونجا سعی کنم یه رابطه بین اینا پیدا کنم. توی کارهای شما آقای استوانی، رنگ به نظر میاد که یکی از مهمترین بخشهای کارتونه و از رنگا به طور خیلی زیبایی استفاده میکنید، از تلفیقشون، از کنار هم گذاشتنشون. و موقعی که کارهاتون رو به صورت گروه دسته یه جا آدم میبینه که در با وجود که رنگ هایی که استفاده میکنید
تقریبا تو همه کاراتون دیده میشه، ولی چقدر با هم متفاوتن. یعنی یک هنر، یه استادی میخواد برای اینکه شما از رنگ ها به این ترتیب دارید استفاده میکنید. چقدر برای شما رنگ موثره علاوه بر ابزارهای دیگری که برای کار به نقاشتون به کار میبرید؟ بله، خب رنگ نفس نقاشیه دیگه، با اون نفس میکشه، اون خیلی لازمه. ولی خب رنگ، از رنگ میتونه خیلی فراتر بره، اصلا خیلی کارهای دیگه میتونه بکنه. تأثیری که رنگ در روح و روان آدم داره به سادگی نمیشه اندازه گرفت. میدونید شدت و حدت رنگ ها خیلی مهمه. مثلا یه چیزی که من بگم، این سوال ساده ای بود که از من میپرسیدن قدیما که رنگ مورد علاقت کدومه. الان واقعا نمیتونم اینو جواب بدم، چون الان میبینم که رنگ در خلا وجود نداره. بستگی داره که چه رنگای دیگه کنارش باشه، به چه صورتی، به چه شدت و حدت و اندازه‌ای کنارش باشه. یه رنگو میتونه با آواز بکشونه، یه رنگو میتونه به سوخت طرف سکوت ببره. خودم هم هنوز جذب اینم، میدونید، سعی نمی‌کنم برای خودم حلاجیش کنم، دوست دارم بزنم شاعرانگیش منو ببره. فقط این که میبینم که روونتر داره در دست من میاد بیرون، برام خیلی لذت بخشه. شما به سفری به ایران هم کردید، در واقع شما مقیم آمریکا هستین، در شمال کالیفرنیا زندگی میکنید، ولی فقط برای نمایشگاهتون رفتید ایران، یا اصولا در رفت آمد با ایران هستید و در ارتباط با نقاشان و هنرمندان ایران و صحنه در واقع هنری ایران هم هستین آقای استوانی؟ بله، صحنه هنری رو که از همیشه از دور دنبال کردم، ولی خب من سالها نمیتونستم برم به خاطر مشغول بودنم، ولی خب از دور دنبال میکردم. بعضی نشریات فرهنگی هنری رو اصلا آبونه بودم از ایران، موقعی که آدینه و دنیای سخن اینا در میمدن. اولین فرصتی که تونستم برم ایران که 15 سال پیش بود، رفتم و تونستم در دو نمایشگاه گروهی شرکت کنم و بعد از اون موند تا همین چند ماه پیش که اولین نمایشگاه انفرادیمو داشتم در ایران، که خب به عنوان این که در کشور خودم، در شهر خودم نمایشگاه داشته باشم، چیز بزرگی بود برای من. متوجه هستم. خب شما از 15 سال پیش تا این چند ماه پیش که به ایران رفتید، حتما یه نوع تغییر اساسی در مردم، در هنرمندان و در همین بافت هنری ایران دیدید، چون که به ظرف همین 15 سال اصلا یه اتفاق عجیب غریبی در ایران افتادی که شکوفایی غیر قابل باور هنر نقاشی است در خود ایران و در خارج از کشور. اونو چجوری توجیه میکنید آقای استوانی؟ حالا این که شما میگین کاملا درسته، ولی من برخوردی که باشنم به نظر من یکی که دولت است. خیلی پیشرفتای خوبی شده. اولا باز شدن، اکسپوز شدن مردم و هنرمندا به اینترنت خیلی کمک کرده که با ایده های بیرون آشنا بشن و اینکه چی در دنیای هنر این بر انجام میگیره. در این حال یه مقدار این با کم هزینه هم بوده و خیلی انعکاس های سطحی از این بوده، تقلید بگیم. و از طرفی هم این جریاناتی که مثل حراج دبی و کریستیز و ساده بیزنه که انجام میگیره، این هم واقعا به نظر من یک تیغ دولبه بوده، چون کارهای بسیار عالی و بی‌نظیر اینجا عرضه میشه. یه سری کارهای کم‌مایه هم این تو بر میخوره و این سخت میشه که آدم سره رو از ناسره تشخیص بده. و یه مقداری هم این هیزومی که به این اضافه میشه از نمیدونم کسایی که زمینه‌ای در هنر نداشتن، از پولهای بادآورده‌ای که از کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای تازه از لحاظ اقتصادی قوی شده بگیرین روسیه، چین، از اینا تقویت میشه. و متاسفانه خیلی سخته که به یک نتیجه کلی رسید. کارهای خیلی خوبی اومده بالا، ولی همراهش یه چیزایی اومده که من فکر کنم که چست زمان رو نخواهد گذروند. و من نگران اینم که گرد و خاک این جریان که بخوابه برای هنر ایران در دراز مدت چیز مثبتی نبوده باشه. امیدوارم که اشتباه کنم. در واقع مثل این که همه یه همچی حسی رو میکنن و به قول اصطلاحی که توی اقتصاد آمریکا به کار برده میشه، گاهی هم ازش به عنوان بابل یاد میگن، یه بابل ممکنه هر آن منفجر بشه. این قضیه شکوفایی، یعنی نه که شکوفاییش، ولی خرید و فروش و حراج های مختلفی که الان در راه هست. منم با شما همزمان میشم، امیدوارم که درست نباشه و به نفع هنرمندان واقعی ما باشه. اجازه بدید که من اطلاعات گالری شما رو برای دوستان علاقمندی که میخوان به دیدارتون بیان و آثار شما رو ببینن بدم. گالری B&B & Co در 516
خیابان چهارم شرقی، ایست فورت استریت، بله. در داونتاون لس آنجلس، درسته؟ بله، در اون قسمت به اصطلاح آرت دیستریکت. بله. آرت دیستریکتی که همه کسانی که به هنر و کارهای نقاشی و مجسمه‌سازی علاقه‌مندن میدونن که چقدر اون منطقه الان منطقه قابل توجه هنرمندان شده و گالری‌های فوق‌العاده خوب و معتبری اونجا باز شده. پنجشنبه شب‌ها هست، در دو سه هفته یه مرتبه آرت واک هست، میتونن شب برن راه برن از این گالری به اون گالری، و این هم فرصت مناسب دیگری است که به دیدار یک هنرمند ایرانی در یکی از این گالری‌ها برید، آقای یاری استوانی، از ساعت 2 بعد از ظهر تا 6 روز یک شنبه 19 گشایش نمایشگاه است. و تا چندم هست آقای استوانی؟ 30 تا 30 ژوئن هست. بله، البته من خودم چون فردا فقط اونجا خواهم بود، خوشحال میشم اگر بتونن فردا بیان که منم بتونم دوستان از نزدیک ببینم. بله. مگر نه تا 30 ژوئن هست. بله، برای دیدار هنرمند دیگه فردا باید بین ساعت 2 تا 6 به این گالری تشریف ببرید و ما هم با اشتیاق بنده هم در خدمتتون خواهم بود، به دیدار کارهای شما میام و خود شما رو موفق باشین و خسته نباشین و به امید دیدار. آقای یاری استوانی، یک دنیا ممنون خانم سرشار، من از شما سپاس گذارم. امید دیدار فردا. امید دیدار، خدا نگهدار. سرده. برو به بچه ها بگو حاضرشم، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه. برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم. با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست. جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟ نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سرده. بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنیم. دکتر رامتین مسعودی، 310-855-71-71، 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف. خیلی سرده. شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلنر، و من نازنین باروتی، استیت پلنینگ اترنی، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000. سلام، دکتر برنا هستم، دارای بورد تخصص در جراحی لثه آمریکا با بیشتر از 15 سال سابقه کار. خوشحالم به اطلاع شما برسانم که در مطب من ایمپلنت هایی که استفاده می شود از آمریکا، سوئیس و اسرائیل وارد می شود و لایف تایم گارانتی دارند. من هم ایمپلنت های گذاشته شده را گارانتی می کنم. آیا ایمپلنت های ارزان چینی $300 هم این گارانتی را به شما می دهند؟ آیا دکترای دیگر به شما این اطمینان را می دهند که اگر ایمپلنت شما ایراد پیدا کرد و یا نگرفت به طور رایگان برایتان ترمیم و یا تعویض کنند؟ پس لثه ها و دندان های خود را قربانی ایمپلنت های ارزان و دکترهای بدون تخصص نکنید. کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می باشد. مشاوره 310-553-1583 تماس بگیرید. به به، دوغ بی بلوس. هیچ چیز دوغ بی بلوس نمیشه. یادتونه قدیما تو تهران می رفتید فرحزاد و درکه، کنار کوه پای تخت لب چشمه میشستید و چلو کباب سفارش میدادید؟ چلو کباب بهتون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو باهاش نوش و جان نمیکردید. انگار تمام عطر و بوی طبیعت توی اون دوغ سالم و خوشطعم و کاملا طبیعی جای داده شده بود. الان هم توی لس آنجلس هیچ چیز طعم دوغ بیبلوس رو نداره، چون همه دوغ از شیر و ماست طبیعی و بدون هورمون و مواد افزودنی تهیه میشه. نوشته های پشت بطری دوغ بیبلوس رو بخونید، دوغ های دیگر رو هم بخونید تا متوجه بشید. دوغ بیبلوس تنها دوغیه که شما را یاد دوغ های خانگی ایران میندازه. دوغ بیبلوس در 4 سایز 16, 32, 64 اونسی و 1 گالونی. You tried the rest, now try the best. فروش در کلیه فروشگاه های ایرانی. ارائه دیگر از شرکت کراجیان. 670 AM Los Angeles. یک کلام بشنو از عطرت خانم.
عطرت خانم عزیز، صبح شما بخیر. قربون شما، شما حالتون خوبه؟ مرسی. من حالم خوبه. من حالم خوبه، انشالله که شما هم خوب هستین. منم خوبم، بد نیستم. قربونتون برم. ما با اشتیاق منتظریم ببینیم که امروز برای ما چه دارین عطرت خانم گل. امروز من میخوام روزه دو طفلان مسلم بخونم بدون عمامه براتون روزه بخونم. روزه طفلان مسلم بفرمایید، در خدمتتون هستم. اسمش هست یادته. یادته تابستونا وقتی مدرسه بچه ها تعطیل می شد، سر از پا نشناخته دست شوهر و بچه ها رو می گرفتی، به دوستات تلفن می کردی و با لحن مخصوص و پوز عجیبی به نزدیکترین دوستت می گفتی داریم میریم وکیشن، خواستم خدافظی کنم. و اون می گفت که کجا به سلامتی؟ تو می گفتی چه می دونم، پاریس، کن، شاید هم در راه برگشت بریم ایتالیا سری بزنیم. و اون میگفت بابا چه خبره، والا خوش به حالتون، سالی دو بار اروپا. و تو میگفتی آره بابا تو این خراب شده که نمیشه استراحت کرد، اقلا این سه ماه تابستون از گرما و کثافت این مملکت فرار کنیم بهتره. حالا با دیدن تصویرهای ابیانه و ماسوله یا با دیدن زیبایی های لرستان و اون آبشارهای قشنگ بی نظیرش اش تو چشا جمع میشه، آهی میکشی و میگی آخ که چه احمق بودم، اصلا نمیدونستم ابیانه کجاست، ماسوله کجاست، نمیدونستم لرستان اینقدر قشنگه. یادته که پنیر برات فقط کامامبر و روکفور و شور بود که به قول خودت با یک گلاس شراب قرمز و یه تیکه باگت گاز بزنی؟ رفتن به نونوایی وسط کار عمولی بود، خجالت آور بود. تازه وقتی مهمون داشتی از گذاشتن نون سنگک کنج زده رو میز خجالت میکشیدی. سنگک به قول تو مال کلفت ناکر بود، نون برای تو فقط باگت بود. حالا یک ساعت دم مغازه افغانی معطل میشی، سلام میکنی، لبخند میزنی، با پنیر سفید بدمزه که شبیه پنیر لیوانه میخوای نونو بخوری و ذوق کنی که نونو پنیر ایرانی میخوری. یادت وقتی بچه ها بزرگ شدن اونا رو به خارج فرستادی و میگفتی تو این خراب شده نباشن، برن اونجا که از بچه هایی که تو ایران درس میخونن جلو بیفتن و چشم اونا رو کور کنن. وقتی درسشون تموم شد و انقلاب شد تو به اینجا اومدی، دیدی که هر دوتا یا تو رستوران کار میکنن یا ماشین میفروشن. حالا وقتی این نابغه های ریز و درشت ایرانی رو میبینی که از ایران اومدن، قصه میخوری، سری با تأسف تکون میدی و به وقت و پولی که از دست دادی ناراحت میشی از اون پول که از دست دادی. یادت دوستان خارجی تو فقط به رستورانهای فرانسوی و ایتالیایی میبردی، میگفتی آدم از غذای ایرانی خجالت میکشه، قرمه سبزی با لیمو سیاه جلو اینا بذاریم. حالا وقتی یه شف آمریکایی یا انگلیسی رو تو تلویزیون میبینی که به ایران رفته و چه تعریفی از غذای ایرانی میکنه و چجوری قرمه سبزی و میرزا قاسمی رو دلوپه میلونبونه، آه میکشی و میگی که حیف دیر فهمیدم، افسوس. یادت از اسم خودت چقدر خجالت میکشیدی؟ اسم تو از معصومه به میمی تغییر دادی و چه ذوقی میکردی که میمی صداد میکنن. حالا وقتی که میبینی اینا سید شهاب‌الدین حسینی، گلشیفته فراهانی و مخمل باف رو به این راحتی تلفظ میکنن از خودت خجالت میکشی. یادتی چه رفتار بدی با کلفت و نوکرت داشتی؟ بیچاره روزی در 12 ساعت کار میکردن، بازم ناراضی بودی که خیلی بی‌ادبن و تازه دستور میدادی که پیرزن بیچاره کلفت تو موقع رفتن به مرخصی دم در تفتیش کنن و دو تا سیب و سه تا پرتقالی که احتمالا برای نوش تو بخشش گذاشته از تو بخشش درارن و بیارن به تو بدن. حالا خودت با ماشین هر هفته میری دنبال کارگر مکزیکی، با کلی تشکر و سلام علیک و احوالپرسی از سر خیابون برش میداری، براش نهار درست میکنی، با یه بخچه لباس و کفش و غذا اونو روونه خونه میکنی و اگه چیزی تو خونه گمشه از ترس اینکه دیگه نیاد برو خودت نمیاری. یادت تو مهمونی ها یا مراسم عروسی یا نامزدی یا تولد یا هر مراسم دیگه ای موزیک فقط موزیک ایرانی بود و رقص والس و تانگو و فوکسروت و این آخری ها چاچا و راک و غیره. رقص ایرانی شیک نبود، مال آدم های تشهری بود. اما حالا چی؟ دخترتو به کلاس خردادیان میفرستی که رقص ایرانی یاد بگیره و در هر مراسمی اولین آهنگی که زده میشه مهم نیست در چه سنی هستی، به وسط میری و قر میدی و اما گاهی به یاد وطن غمگین میشی.
یادی که اصلا حاضر نبودی موزیک به صدای موزیک ای ایران گوش کنی، وقتی یک خط از اشعار اون، حتی یک خط از اشعار اون رو حفظ نبودی و اگه احتمالا اون رو از رادیو یا تلویزیون میشنیدی میگفتی بابا خاموشش کن مگه اینجا سربازخونه است. اما حالا چی؟ در هر مراسمی وقتی این سرود ایران زده میشه با احترام از جا بلند میشی، با اون همصدا میشی و گاهی اشکی از گوشه چشم سر و سیر میشه. دوستی داشتم که با یک سرهنگ نیروی هوایی دوست بود. این سرهنگ به دلیل کار اداری سفرهای زیادی به امریکا داشت و البته خیلی هم چاپیده بود و تمام وسایل منزلش و حتی مواد غذاییش رو با طیارهای ارتشی به تهران می آورد و مایونز و ویندکسش هم حتی از آمریکا به تهران می آورد. این دوست ما که با این جناب سرهنگ دوست بود و هر وقت از خونه دوستش برمیگشت آه می کشید و می گفت آخ نمیدونی خونش بوی آمریکا میده، آدم حس میکنه وقتی خونه این مرد میره. خوش به حالش. سالها گذشت، این آقا به آمریکا اومد، زندگی بسیار مرفعی داشت، اما در فراق وطن و اموال بادآورده از دست داده مریض شد و فوت کرد. قبل از مرگش به دیدنش رفتم، بیچاره وضع خیلی بدی داشت. ازش پرسیدم خب رفیق چطوری، بوی آمریکا چطوره، انشالله که ازش لذت ببری. لبخند تلخ زد و گفت هیچی نمیتونم بهت بگم، فقط به این شعر سیاوش کسرایی که همایون شجریان خونده گوش کن، جواب تو میگیریم. گوش کنیم با هم. همیشه با تو بودم
Start Pampers Glendale با افتخار تقدیم کنم 17 و 18 جون دو شب فراموش نشدنی با حمید طالبزاده 17 و 18 جون حمید طالبزاده Live at Stars Palace Glendale 818-243-7827 starspalaceinfo.com Miracle Peptide با استفاده از Miracle Peptide چین و چروک را از صورت و گردن خود پاک کنید 310-858-7006 beforeyouage.com من مانی حاتمی هستم متخصص کرید ریپر از شرکت شناخته شده زنیت فاینانشال گروپ اجازه بدید ما با حد اکثر توان مشکلات کردیتتون رو حل کنید چرا که تیم ما از افراد متخصص و تحصیل کرده تشکیل شده که دریافت نتیجه مثبت همیشه عملیه مانی حاتمی از شرکت زنیت فاینانشال گروپ تخصصی ترین شرکت کردیت ریپر 1-800-810-90-99 1-800-810-90-99 سلام دوستان عزیز من شان همایون جنرال منیجر تویوتا سانتا مونیکا هستم من با تاکید بر اهمیت خدمات فروش کاستم سرویس با تیم فارسی زبان خود در قسمت فروش خدمات لازم را در اختیار شما همزبانان قرار میدهم تویوتا سانتا مونیکا در شهر زیبای سانتا مونیکا در سانتا مونیکا بولوارد پذیرای شما عزیزان است تویوتا سانتا مونیکا یکی از قدیمی ترین نمایندگان فروش تویوتا در لس آنجلس و یکی از بهترین فروشندگان هایبرید در سراسر آمریکا از شما دعوت می کند برای تجربه کاملا متفاوت سری به تویوتا سانتا مونیکا بزنید تویوتا سانتا مونیکا در 801 سانتا مونیکا بولوارد در شهر سانتا مونیکا تلفن 424-286-2949 424-286-2949 و وبسایت toyotasantamonica.com 424-286-2949 That's 424-286-2949 Toyota Santa Monica Get social with 670 AM KIRN We'd like to hear from you Join us on social media Just go to our website, www.670amkirn.com. At the top of the page, you'll see our social media links for Facebook, Twitter, and YouTube. Click on them and join us. Get social with 670amkirn. پیامی از رادیو ایران ما ایرانیان به طور سنتی ریخت و پاش دور ریختن و هدر دادن را دوست نداریم هم نسلان من یادشان هست که بازیافت یا ریسایکلینگ همیشه در ایران رایج بود و ما نیز چنین فرا گرفته ایم اکنون که کالیفرنیا به دلیل خشکسالی نگران کننده نیاز به همفکری و یاری ساکنانش دارد ما ایرانی تواران نیز باید همراه با سایر شهروندان این ایالت در مصرف هرچه کمتر آب بیشترین همت و توان خود را به کار گیریم تا این سر مایه گرانبهای دور از دسترس را هدر ندهیم. امروز آب را حفظ کنیم تا فردا شرمنده فرزندان خود نشویم. حفظ آب، حفظ زندگی است. Keep your friends close. با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران. Close up. از این سوی زمین تا آن سوی زمان گذری بر گستره جهان با دریچه برنامه ای از بنفشه سوده هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر KIRN 670 AM Broadcasting live from Universal City, California
This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. بسیار خوب یاران، ساعت دوم برنامه رو شروع میکنیم. امروز شنبه 18 ماه جون سال 2016 برابر با 29 خرداد ماه 1395 خورشیدی است. شما همچنان سر میز صبحانه باشید. ما بریم ببینیم فریبرز خان شاتش رو زده یا نزده. یک شات اسپرسو با فریبرز داوودیان. آقای فریبرز داوودیان مسافر، حال شما چطوره؟ من حالم خوبه، شما خوبین؟ چمدونا رو بستین؟ چمدونا رو بستیم، اون دومیش هم میخوایم بذاریم تو چمدون. میگن ایرانی آه شات دومی رو؟ نه چمدون ممدون. آها خانم سرشار، این نحوه صحبت کردن لات پاتاس. آره بله، من فقط میخواستم اونا رو تقلید کنم چون من خودم آدم بسیار محترمی هستم. مطمئنم، مطمئن. خب سرشار صبح بخیر دوباره. صبح شما بخیر. از اثر، از اثر، از اثر. این آگهی حفظ آب و اینا شما خیلی شیکه که الان پخش شده. جدی شما با یک ابهتی این مسئله رو مطرح کردین، واقعا قشنگ نوشته شده، خودتون نوشتین حتما. بله بله، به خود من هر وقت اینو گوش میدم یه دو سه هفته آب نمیخورم، اصلا خارق العاده است. بعد آخرش میگین حفظ آب، حفظ چیه؟ یه جمله قشنگی بود، یادتونه خودتون؟ حفظ آب، حفظ اون آخرش اتفاقا خانم صدای خانم تناز فتحی رو اضافه کردم بهش. اون چی میگه؟ نه من قسمت خانم... خودتون رو میگم. آها. خودتون میگین حفظ آب، حفظ، من یه جمله بود، من میگم شما بگین حفظ آب، حفظ آبروست. فکر کردم اینکه آبرو، چون آب و آبرو به هم ربط داره، ولی آگهی کارسازیه، خیلی محکم، خیلی کارسازه. خیلی خوب، باور کنید من چون اون حفظ آب، حفظ یه چیزی که مال من نیست، یادم نیست، میخواید بعدن که گوش دادم بهتون بگم. خیلی قشنگ، نه حفظ داره خودتون بود، نه اندازین گردن کسی دیگه. نه والا شکنم، میخواید یه دو دیگه پخشش کنیم همین الان با هم گوش بدیم؟ والا با شما ما دو دقیقه وقت بودیم. خب پس دیگه چی میگیم؟ دیگه چی میگیم پس؟ دیگه میگم بعدن گوش میدم بهتون میگم. این شرط من و شما میبندیم. از اصل، از اصل، بفرمایید، بفرمایید. حالا میگین از اصل، خیلی البته این بحث امروز نبود ولی بحث و بحث اومد. چرا میگین از اصل؟ این یاد جمله بندی های جوانای ایرانیه دیگه. از اصل نه، از سر، یعنی دو مرتبه از سرش میریم سر، از اول. یعنی ما همیشه تو ایران من گفتم از اصل، ولی شما نمیدونم معنیش چیه. نه دیگه، اصطلاح از اصل یعنی میریم سر، سر اصل قضیه. خدا حفظتون کنه، اینو من یاد دادین. کلاس امروز رو تعطیل کنیم، حرف شما رو گوش. کلاس ولی ما تو ایران یه موقعی بود مدرسه‌مون بغل دانشگاه تهران بود، وقتی می‌خواستیم تاکسی بگیریم، آها، انقدر این تاکسی‌ها تون تون رد می‌شدن و ما تی می‌کردیم، اگه یادتون باشه. حالا بله. واحد پول چقدره؟ بعد ما یه جمله‌مون شده بود، می‌خواستیم بگیم 24 اسفند 5000. خب بعد اینا هی تون رد می‌شدن، ما بچه بودیم اینو اینو کرده بودیم 24 اسفند 5000، 24 اسفند 5000، همینجوری وای می‌شدیم ساعت‌ها، کسی هم قبول نمی‌کرد چون 5000 کم بود، ما خسیس بودیم. حالا من به همین دلیلی که هنوز هر وقت به شما میگم خام سرشار به جای خانم سرشار، خام سرشار، یاد اون 24 5000 قدیمی آدم خوشش میاد لغت ها رو با چیز کنه، به اصطلاح کوچولو کنه، کوچولو کنه. بله. خب روز پدر رو میخواستم امروز به شما و همسرتون و فرزندانتون و تمام پدرهای جهان تبریک بگم، تمام پدرهای ایرانی جهان، که واقعا چه پدری از ما در میاد تا این خانواده ها رو بچرخونیم در زندگی سخت امریکایی. فکر کردم میخواد بگی که چه پدری پدران سابق از ما در آوردن. والا اینا دیگه پوینت آف ویو داره، من که نبودم اون دور زمان، ولی بیاین در مورد این دور زمان صحبت کنیم و ببینید که مثلا قدیم ما خانم سرشار پدر میومد خونه، اول غذا رو میکشیدن جلو اون میذاشتن، سر سفره مینشست، همه ازش باز یه ابهتی داشت، ازش میترسیدن، درسته؟ خونه‌شون رو نقد می‌خریدن، روزا می‌رفتن بازار، وسط روزم یه چرتی می‌زدن.
زندگی الان برای پدرها دشوارتر شده به نظر من و برای مادرها آسان‌تر شده. من دیشب با یه پدری داشتم تکست میکردم، گفت من باید دارم بچه‌مو بخوابونم بعد با حرف بزنم. پدر بیچاره برم. میدونم دیگه. شماها الان یعنی هیچ کدوم از اون پدرهای نسل گذشته از این کار نه. اصلا نمیدونستم بچه‌شون کدوم کلاس کدوم مدرسه میده، همین کارا رو مادرها میکردن، پدر فقط نونبیار بود. بله. ولی الان شما خیلی کار میکنین و من خیلی احترام میذارم بهتون، به نسل جوونی که انقدر در پرورش کودکانش همراهی میکنه با همسرش، همراهش و مادر بچه‌ها و حضور دائم داره در زندگی بچه‌هاش. دست شماها درد نکنه، خسته نباشید. لطف دارین واقعا. و میدونی حالا نکته اینه که درسته که از بعضی از خانواده‌ها دوال اینکام هستن یا زن و شوهر هر دو حرفه‌ای هستن و درآمد دارن، ولی هنوز هم بیشتر خانواده‌ها، حداقل در خانواده ایرانی که من می‌شناسم، در واقع نان‌آور منزل هنوز پدره، ولی به علاوه اون کارهای خونه رو هم کمک میکنه، ظرف هم میشوره. یه خلاصه من فکر کنم این بالانسش داره از اون وره میشه یکم، من نگرانم. من فکر کنم باید یک جنبش آزادی مردان رو هم راه بندازیم یواش. بله، من به جای فمینیسم میخوام ماسکولینیست بشم. حتما این کارو بکنید. بله، کلاتون پس مرکز. درست نیست میگه. ببینید ما خیلی زحمت میکشیم. ببین مثلا ایران مورگیج نبود مثلا. میدونید الان یه جوری شده که قدیما میگفتن بهش زیر پای مادران است، پس کجا زیر پای پدران است؟ جای دیگه نیست، حتما جهنم زیر پای پدران است دیگه. نه، اگه بچه خوبی باشید اون مادران دست شما پدرانم میگیرن میبرن بهش. آها، این از اون اگرهایی است که ما میکاریم تا ببینیم پدر میاد یا نه. خانم سرشار عزیز، ببینید در سال در امریکا هنوزم مادر سالاریه به نظر من در جهان. خب 14 بیلیون دلار برای روز پدر خرج میشه برای هدیه خریدن. خب. 14 بیلیون دلار اوریج، یه ذره کمتر. خب. برای مادران 22 بیلیون دلار خرج میشه. یعنی تقریبا دو برابر. تقریبا دو برابر ما برای بانوان گیفت میخریم. خب. اگر یک درصد زیادی از بانوان فعالیت کاری ندارن و درآمد ندارن، یعنی در واقع آقایون هستن که دارن در سال 30 خورده بیلیون دلار، چون گیفتی هم که با آقایون میدن رو کریدیت کارت خود آقا میذارن دیگه. درسته؟ یا بچه میره با پول تو جیبیش برای باباش گیفت بخره. یعنی آقایون بیچاره دارن هنوز هم در سال 30 خورده بیلیون دلار پول هدیه به پدر و مادر، یعنی به خانواده میدن، بازم از جیب ایشون. خب اگه اون تو اون کارتی که میدن بهشون بنویسن که این هدیه از جانب خودت به خودت تقدیم میشه، شما دلتون خنک میشه، راحت میشین؟ یا میخواید به ما لغز بخونید؟ 100%. ببین خانم سرشار، اکنالجمنت که به فارسی دقیقا نمیدونم واقعا، قدردانی به قول شما، بله، این من فکر میکنم بزرگترین هدیه است به یک پدر. باور کنید که پدران اهل ساعت طلا و نمیدونم گوشواره برلیان و مثلا، دقت کنید شما با بانوان عزیز، مادران عزیز که صحبت میکنین که روز مادر چی گیفت میخوان، حتی تحصیل کرده ها هنوز این چیزای جیگولی بگولی میخوان. مثلا وای من حتما یه گوشواره دایموند ندارم، برای من گوشواره دایموند بگیر، یا کیف شانل میخوام، برای من یه گیفت سرتیفیکت. ولی آقایون از این حرفا نمیزنن. هیچ وقت آقا نمیگه من ساعت طلا میخوام. ماها خیلی ساده هستیم. آره. و بخیلی زور آره ها گفتیدم. آخه چی بگم؟ همچی دور ورداشتی. آقای سرشار برنامه رو گوش میکنم. همچی دور ورداشتید که هیچی نمیتونستم، فقط گفتم بله دیگه. بذارم بگید ادامه بگید. من نمایندگی پدران جهان امروز میخوام صحبت کنم. بابا ما یه حق و حقوقی باید داشته. آقا تمام ساعت مال خودتون بگی، من به گوش بفرمایید. در امریکا زن سالاری شده به خدا قسم، همه جای دنیا بوده شما خبر نداشتین. خانم سرجا، ما ساده هستیم. ما روز پدر، یعنی من از خودم میگم، حالا شاید بعضی از پدران با من مقایسه بکنن خودشونو، ما یه دازن گل رز نمیخوایم، یک دونه رز به جان خودم. خب. اگر یک دونه گل رز کج و کله از باغچه بکنه فرزند یا همسر و بیاره بده، ما هم بوی گل میفهمیم، ما هم لطافت گل میفهمیم، میذاریم توی لیوان کاغذی، میذاریم بغل تخت خوابمون، 3-4 روز بیدار میشیم با این بوی معطر گل، راضی هستیم که یکی ما رو دوست داره به جان خدا. دستان شما تکس میکنه من براش من بگم که بره از تو باغچه. حالا نمیخواد فداشید دیگه خانم سرشار. ها.
یک کارتی که با دست بنویسن. خب نرن از هالمارک بخرن، با دست. پدر عزیز روزت مبارک، ما رو بیشتر خوشحال میکنه تا سه تا کراوات، به جان خودم قسم. آره اون روز پدر، غذای محبوب پدر رو بانوی منزل بپزه و اون جوری بپزه که پدر دوست داره، نه اونجوری که خودش دوست داره. اگه بابای شور دوست داره، خب یه ذره نمک اضافه اون روز، فقط اون روز بریز، که این نیاد همش بگی که باز نمکش کم، خانم بگه نمک برات خوب نیست. بابا نمکش رو اون روز یه ذره اضافه کنیم برای طرف. باش. اگه تون دوست داره تون درست کنی. چشم. یه کمپلیمان. امروز چقدر جذاب شدی. چند وقت یک بار یک خانوم عزیزه، حالا بریم در مورد ایرانی ها صحبت کنیم، به همسرش میگه عزیزم امروز چقدر هندسام شدی، چقدر این کچلوارت بهت میاد. باور کنید من نمیشنوم در این ور و اون ور، ولی میشنوم که آقایون اجبارن یا الزامن یا برای اینکه زندگیشون شیرین تر ادابه بده گره، کمپلیمان زیاد به بانوان میدن، عزیزم چقدر خوشگل تر از همیشه شدی. آیا اشتباه میکنم؟ اشتباه نمیکنی، ولی اینجا خودتونم اشاره کردی دیگه، یه جوری اون کمپلیمان کلا گذاشتن سر بانوان محترمه، در حالی که ما زنها خیلی راست بازم بخده کار شدی. شما خیلی راست نمیگید، یعنی دروغ نمیگید، منظور اینه که اگه طرف قیافه ای نداره نمیگید. آقا مگه مردایی که تو خونه هستن، مردای ایرانی موقعی که تو خونه هستن با پیژاما و این چیزا، مگه خودشونو برای خانم خونه درست میکنن؟ فقط برای بیرون خودشونو درست میکنن، چه تعریفی ازشون بکنن آقا؟ یک بار در سال پیژامه همسرتون رو اتو بکنید، که ایشون وقتی در منزل راه میرن تر و تمیز و شست و رفته به نظر بیاد تیپشون. یه پیژامه شنل براشون بخریم، چطوره؟ یه پیژامه شنل. به جان خودم این ایده بدیه. نه. اگه از قیافه همسرتون در پیژامه چروکیده پروکیده، آخه خانم ایرانی ها پیژامه رو اتو نمیگه، همینجوری از باشی در میاره قیافه میدم، خیلی ناجوره. بعضی آقایون از این پیرنای زیر رکابی هم میپوشن. آقا صدا رو شنیدی؟ صدا رو شنیدی؟ من یک پنجم حرفم هم نزدم هنوز. خب دیگه هفته دیگه آخرش فقط یک سیر دل خوش به همسرتون بدین سال یک بار. چشم. روزتون خوش. روز شما هم خوش باشه. ما قدردان شما هستیم پدر عزیز. متشکر شما هست آقای. پدر جونم، پدر عمرم، پدر دینم و ایمونم، پدر جونم، پدر عمرم، پدر دینم و ایمونم. پدر خدا عمرت بده، صبر و تحملت بده، نظر که دوریم این قده، رنج و آزارت بده. گرد پیری رو سره، غم و غصه تو تنه، عشقی نیست دور و بره، دوری نمیشه باوره. 670 AM Los Angeles. انجام کلیه امور مربوط به ساختمانسازی و تعمیرات زیر یک سقف، مهندس محمد بارانی. نقشه کشی و دریافت مجوز، افزودن بخش‌های تازه به ساختمان، تعمیر یا نصب پشت بام، کف پوش‌های گوناگون، دستگاه‌های تهویه، نرده‌های آهنی، انجام امور برقی، لوله‌کشی، رنگ، سیمانکاری و کلیه تعمیرات داخل و خارج ساختمان. مهندس محمد بارانی، باندد و اینشورد با شماره لایسنس 1001764، 310-902-5248 و 818-502-1888. اخیراً یکی از هموطنانی که از بیماری مزوتلیوما رنج می‌برده، از یک کمپانی آمریکایی نفتی در ایران که زمانی کارمندان بوده و ضمن کار با ماده شیمیایی اسبستس تماس داشته، مبلغ $5,200,000 خسارت دریافت کرده. اگر شما یا یکی از آشنایان شما در آمریکا یا ایران دچار بیماری مزوتلومیا شده اید، برای مشاوره رایگان با دفتر وکالت جاناتان دلشاد با شماره 424-255-8376 تماس بگیرید. 424-255-8376. همین دوشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر توجه شما را به برنامه‌ای از دکتر رامین تیانی از مراکز درمابر در مورد آخرین تکنیک زیبایی جلب می کنیم. 866-444-6411. عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد. بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی. فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود. خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو. داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست، از بودن میهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست. گر قول دهی بهر عروسی غذای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری. کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی. تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81. بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را مانند کانال من و تو با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-866 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی. آقای دکتر صدرالدین الهی، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشار عزیز. خوبید که انشالله. محبتتون. شما چطوری؟ ما هم خوبیم، در خدمت شما که هستیم بهترم میشیم. خواهش میکنم، بنده بیشتر. بفرمایید. البته بهانه امروز ممکنه حال هر دومونه بگیره در مورد صحبت بله. کردن در اون زمینه، ولی خب سعیمونه میکنیم بله. که خوب باشیم. بله، خواهش میکنم. برای این هفته دیگه بهانه بهتر از فاجعه اورلاندو وجود نداره دیگه. 100% بازون موافقم. دلم میخواد که شما دیدگاهتون رو نسبت به این قضیه برای ما و شنوندگان بگید آقای دکتر. خواهش. با کمال میل. ببینید خانم سرشار، من معتقد هستم که این وضعیت خبرهای سریع رسیدن و از این ور اون ور رسیدن ما رو از تاریخ و آنچه در تاریخ رخ داده دور میکنه. تاریخ پر است از این قبیل حوادث شبیه اورلاندو، و بدتر از همه اینه که ما شعر فارسی که وجودمون باش ساخته شده باز از یاد میبریم. کتاب‌های شعر ما سرشار است از شرح همین وقایع. شما شعری هستش به نام این شعر رو حتما شنیدید، این چه شوری است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. دختران را و همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را و همه بدخواه پدر میبینم. ببینید این شعر آیا همه حرفای امروز ما نیست؟ این چه شوری است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. این فکر کنید که بشر با این زندگی کرده و در این سالها بوده، و این اتفاقی در اورلاندو افتاد اتفاقی بود که در همون هفته چندین طور دیگرش در همینجا افتاد. در انگلیس نماینده جوون پارلمان رو کشتن، زیر برج ایفل آدم کشتن، در جاهایی که ما نمیدونیم نمیشناسیم میکشن و جاهای دیگه هم هست. باید فکر دیگری کرد خانم سرشار. این که ما نمیگم واقعی اورلاندو بد بود، نه، خیلی واقعی فاجعه انگیزی بود، ولی آیا ما واقعا فکر کردیم که چجوری میشه این اتفاق نیفته؟ من خودم در مجموعه فکرهام سالها پیش در حالی که قرن 19 هم بیستم داشت تمام میشد یک مقاله نوشتم مفصل به نام هیس آهسته دیو بیمار است. بله، این مصرعی از شعر مرحوم دکتر خانلری درباره زهر. گفتم ما در طول تاریخ گرفتار دیو بودیم. این دیو ها ما رو به جایی بردن که نمیتونستیم ازش برگردیم، و تقریبا مقاله چیزی شبیه برای بچه ها بود، نشن بچه ها دیو 100 سال عمر میکند و در روز 100 سالگی بچه دیو ها مثل بچه عقرب شکر مادر را میدرند و میشکافند و در سراسر جهان چون 100 شط سیاهی جاری میشوند.
گل را میکشند، بوسه را بردار میکنند، عشق را به تبعید میفرستند، لبخند را کفن میکنند، وانگاه به قارت باورها سرگرم میشوند. باور به مهربانی، روشنایی، راستی و محبت را تاراج میکنند و در صندوق خانه تاریکی روی هم میریزند و در آن صندوق خانه قفل هزار خروار ترس و وحشت میزنند. این واقعیت خانم سرشار در طول تاریخ شما نگاه کنید. حالا این آقایی که این کار کرده، خیلی از این اسامی که در ذهن همه ما هست، مگر اینا غیر از این کار کردن؟ چنگیز، تیمور، بگید هر کس که میخواید بگید. بله. من در اون مقاله از 5 تا دیو قرن 20 یاد کرده بودم که از موسولینی شروع شد و به آقای خمینی ختم. ببینید، من معتقد هستم که ما باید یه نوعی به جستجوی خدا در درون خودمون برخیزیم و اگر به این کار رسیدیم همه چی حل میشه. شما ببینید در یه مملکتی مثل امریکا، مجله تایم این هفته نوشته که از 700 نفر 88.8 یک نفر اسلحه دارن، یعنی تیغ دستشونه. دقیقا 300 میلیون اسلحه تو امریکاست. و نه، این اصلا عدد خیلی، مثلا فرض کنید در هندوستان 4.2. بله. در استرالیا جا برای نشرید تایم همین هفته در استرالیا 15 نفره. این تیغ در دست داشتن، آیا شما رو بیاد این شعر ناصر خسرو نمیارید که چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. ما این شعرها رو داریم، این تمدن رو داشتیم و امروز اینجا همه خود گرفتار میشیم دیگه. یعنی در تمام طول تاریخ و زندگی بشریت به دنبال این بودن که هم جنایت و فاجعه های اینجوری بوده، ولی هم به دنبال این بودن که یه راه حل پیدا کنن. حالا سوال من از شما دکتر الهی اینه که چرا نمیتونیم راه حل پیدا کنیم؟ برای اینکه راه حل در وجود خود انسان باید پیدا بشه. انسان رو باید تربیت کنیم برای اینکه خودش رو خدا ببینه، در جستجوی خدا به جایی نره. این حرف خیلی موکت واسه شما، من از باید در سر بشه. نه، خدا تو همه ما هست و اون وقت این خدا خداییه که باید دوستش داشت. به ما مثل دیو نیست که دستور بده. و مهمتر از همه به نظر من خانم سرشار، شما شعر همینطور بیدون گفتن، این شعر فارسی چیز عجیب غریبیه. حافظ شعر، وقتی شعر میگه، میگه در خرابات مغان نور خدا میبینم. این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. چون میگفتن که خدا نداره. آخرشی میگه، میگه اینا که میبه مردم میبرن حج خدا رو بخون بشناسن، بشناسنن بهشون کعبه رو ببینن. بله بله. میگه جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. این خانه خدا دیدن کار خیلی سختیه ولی میسره. بسیار باید باشه آدم هایی هستن که دنبال خدا. و ما با کلمه خدا خیلی بازی کردیم در زبان فارسی ها. ما کت خدا داریم، خانه خدا داریم، ده خدا داریم، ناخدا داریم. بله. این شعر با شعر فارسی یادتون هستش که خدا کشتی اونجا که خواهد برد، اگر نه خدا جامعه برتن دارد. ببینید اینا همه به اون معنای آخر خدا، معنای آخر فکر خدا بر میگرده. ما در این اورلاندو یه چیزی بودش که هر حال سال 2007 به نظرم یادم باشه، توی خوابگاه دانشگاهی حدود 35-36 نفر رو یه دو جوونی همینجوری کشت. بله. و هر روز میشنوید که این ور اون ور دنیا این کار میشه. پس اون خدایی رو که باید در جستجوش هستیم باید بگردیم و پیدا کنیم و در خودمون پیدا کنیم و باهاش کنار بیاییم. خدایی که دستور میده که پیروانش دیگران رو بکشند چون بر خلاف میل اونا رفتار میکنن، نه نمیخواییم. نه اصلا همینو میخوام بگم. من شما با جرأت‌تر از من بگید. نه جرأت نمیخواد، واقعیته. یعنی اگر که خدایی که
برای همه ما باید قابل احترام باشه. خداییست که به همه بندگانش رو یه جور دوست داده، دستور نمیده به پیروانش یا اینا که نمایندش اصلا روی زمین به بقیه بگن برو اونو بکش چون مثل ما فکر نمیکنه، چون مثل ما نیست، دقیقا. چون جنسش یه چیز دیگه، چون باورش یه چیز دیگه است. دقیقا. در پایان اون مقاله که خیلی مقاله مفصلی بود و دیو بیمار است، من این چند جمله رو نوشتم که میخورم دوباره براتون اگه بخواید. میگم بچه ها دیو 100 سال عمر میکند و در روز 100 سالگی بچه دیو ها شکم مادر را مثل این ببخشید در شروع شد شکم مادر را میجوند و بیرون میآیند. وقتی رو تمومش کردن بزنم بچه ها دیو همیشه هست، دیو ها دیو دارن جنگل ها را اره می کنند، ماهی ها را بر خاک بیندازند، غزالان را در حسرت مراتع سبز به اشکیزان وامی دارند، شکم ابرها را با دود کارخانه ها می دارند، تکمه های مرده و استخوانی را جانشین سرانگشت گرم و مهربانی می کنند، بچه ها را در کارخانه ها می سوزادند، زنها را پشت چرخ های خیاطی له می کنند. دیو ها دارند به شما می گویند که خبرها را فقط از ما بگیرید. دیو ها شما را در قالب تلویزیون های خانه های تان زنجیر می کنند. دیو ها پدران شما را یک روز با کاغذ های خیالی میلیونر می کنند و روز بعد گدای کنار خیابان. دیو ها مشغول جویدن و خوردن یک دیگرند تا نره دیو قرن بعد به دنیا بیاید. شما می دانید روبرو می توانید روبروی دیو ها بایستید. به آنها بگویید که انسان برای مصرف آفریده نشده. انسان آفریده شده است تا خالق زیبایی باشد، تا عشق را در زیر گنبد افلاک به بلندترین آوازها سر دهد. بچه ها دیو را بگیرید، اونها شیشه عمری دارند که کاغذ سهام کارخانه هاست، این کاغذها را به هیچ بگیرید. دیو بی شیشه عمر عمری نخواهد داشت. روی صفحه کامپیوترهایتون تسلیم وسوسه بخر بخر و بفروش بفروش نشوید. روی این صفحه دل را، زندگی را، عشق را و حقیقت را نمیتوان خرید و فروش کرد. عشق هنوز گوهر شبچراغ انسان هاست. عشق به آب ها، عشق به ماهی ها، عشق به برگ ها، عشق به آهوان و برفراز همه این ها، عشق به انسان، به نفس های انسان، به بلندای قامت همیشه پایدار انسان. بچه ها شمشیر زمرد نگار عشق را بر دست بگیرید و با ستیز با فولاد زره دیو برخیزید. دم شما گرم آقای دکتر. این چیزی بود که من برای حلول قرن نو نوشته بودم و فکر کردم این شاید امروز بهترین فرصتی باشه که برای شما بخونم. چقدر زیبا بود و چقدر از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم. عشق است که پاسخ همه پرسش ها و مشکلات. خواهش میکنم انشالله که پسندیده باشید. بسیار زیاد ممنون از لطفتون. تا هفته آینده آقای دکتر. تحول نوین در دنیای پزشکی در مطب دکتر سام ابراهیمی تنها در چند هفته و طی چند جلسه کوتاه مدت با نصب یک وسیله بسیار کوچک بر روی بدن بدون جراحی، تزریق یا برش، شما می توانید هر گونه درد مزمن را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهید. این دستگاه با فرستادن پیام‌های به مغز باعث ترشح مواد و هورمون‌های ضد درد از ناحیه نخاع میشه که با ارسال اون به تمام نقاط بدن از طریق گردش خون باعث کاهش درد میشه. به گفته دکتر سام ابراهیمی این وسیله آرزوی جانبی ندارد و بر دردهای گوناگون تأثیر مثبت دارد. همه نوع دردها، دردهای عصبی، عضلانی، ماهیچه‌ای، دیسک کمر یا گردن، آرتروز، دردهای عروقی، سردردهای مزمن مثل میگرن و حتی دردهای سرطانی. این وسیله مورد تایید اداره بهداشت آمریکا FDA قرار دارد و هزینه آن از طریق مدیکر قابل پوشش است. مطب دکتر سام ابراهیمی در انسینو 818 900 2700 900 2700. به مناسبت 45مین سال تأسیس مؤسسه نصرت از 60% تخفیف و مزایای دیگر برای سیدی های زبان انگلیسی و اسپانیولی بهره بگیرید. تلفن 310 207 0771 مؤسسه نصرت.
بیژن فاضلی بنیانگذار اولین واینری در جنوب کالیفرنیا، فاضلی سلرز، سه شنبه ساعت 2 در رابطه با حفظ و حراست میراث فرهنگی ایران و تولید شراب ناب با شما صحبت می‌کند. 1-877-6-فاضلی. اگر برای گرفتن گرین کارت، سیتیزنشیپ، مدیکال، مدیکر و امور بازنشستگی مشکل دارید، با خانم اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-1122 949-552-1122. ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟ هیچی، کاری به کار کسی ندارم. اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم. بهمم، اونم عجب ماستی. میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته. ماست تو بخور نوش جونت عزیزم. ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست. چین 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 گلچین. اگر کتاب عشق شما به آخرین فصل خود رسیده، بدانید زندگی تمام نشده. برای آرامش خود و فرزندان خود راه میدییشن را انتخاب کنید. دکتر فریبرز نژادپور، وکیل آشنای شما. 213-632-5297. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. تازه چه خبر؟ دوستان، در این بخش از برنامه به سراغ خانم پنی داویدی میریم، شف پنی. شهرت دارن به این نام که بسیار از شما میشناسیدشون. در جامعه ایرانی الان چندین بانوی ایرانی هستن که در نقاط مختلف، یکی در لس آنجلس، یکی در شمال کالیفرنیا، در شرق آمریکا، به مقام و یا پایگاه احترام برانگیز شف رسیدن و نامشون، موقعی که اول نامشون اسم شف رو میذارن، یعنی دیگر استادان آشپزی اونها رو قبول دارن. یکی از این بانوان عزیز شف پنی داویدی است که متولد ایران بوده و بعد به آمریکا آمده. اگر که یادتون باشه، دوستانی که این برنامه رو دنبال میکردن، چند سال پیش با پنی داویدی صحبت کردم، گفتگوی کردم در مورد موفقیت رستورانی که خودش باز کرده، رستوران پیتزا روستیکا، که به ناگهان در شهر بیورلی هیلز و در لس آنجلس به صورت یه پدیده در اومده بود و بسیار معروف شده بود. و از اونجا تا به امروز همچنان پنی داویدی رو من دنبال میکنم و قدم به قدم و گام به گام که پیش میره در کار شغل خودش و در حرفه خودش، بیشتر به او احترام میذارم، برای اینکه با پشت کار خیلی زیاد الان جزو شفهای تلویزیونی، مشهورترین شفهای تلویزیونی است که برای او در نقاط مختلف دنیا برنامه میذارن. و امروز با گفتگو میکنیم، چون یک چند سفر در پیش داره، چند برنامه تازه در پیش داره و دوست داشتم که با شما شنوندگان خوب شریک بشه این خبرهای تازه رو و شما ببینید که در جامعه ما، جوانهای ما و به ویژه زنان جوان ما چگونه دارند عرصه های مختلف رو فتح میکنن و به شهرت میرسن در کاری که دارن انجام میدن با استادی تمام. خانم پنی داویدی، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر هما جان، خوب هستین؟ من خوبم، شما خوبین؟ انشالله خسته نباشین. با این همه کارهای زیادی که در دستتون هست، با یک دست چی میگن قدیما میگفتن، با یک دست چند تا هندونه دارید برمیدارید؟ I try and do my best. در هر حتما کار آسونی نیست، ولی از اینی که نتیجهش انقدر خوبه میتونیم بفهمیم که شما با توانایی زیاد دارید این کار رو انجام میدید. خب، خبر تازه شنیدم که یه برنامه تازه تلویزیونی دادین، درسته؟ بله، تقریبا یه سریز جدید توی فود نتورک. یه کمی صداتون قطع وصل میشه پنی خانم عزیز، یکم صداتون قطع وصل، اگه میشه یه جا وایسین که ریسپشن بهتر داشته باشیم. Is that better? الان بهتر شده؟ بله، ولی دیگه حرکت نکنیم. خوب، بله. اوکی. بله، تقریبا یک ماه پیش کانال فود نتورک یه سریز جدید در اومد به اسم کامبک کیچن، که فود نتورک بزرگترین کاراکترهای سیزنهای 11 تا سیزنهای قبلی رو آوردن با هم. تقریبا 7 نفر بودیم که
کامپیت کردیم باز دوباره برای یه سریز جدید. خوب. و خیلی شو موفق بود و از این شو من برای سالی که میاد سال آینده سه تا شو جدید برای باز برای فود نتورک، برای براوو و برای سی ان ان دارم ریلیس میکنم. به به، سی ان ان فوق العاده است دیگه، یعنی در سر و سر جهان داره برنامه‌تون پخش میشه و یکی از کارهای زیبایی که شما کردید اینه که در واقع آشپزی سنتی ایرانی رو شما وارد آشپزی بین المللی کردید و دارید کم کم مزه غذاهای ایرانی رو به با طعم غیر ایرانی ها دارید آشنا میکنید. چگونه این بفهمید؟ میخواستم ازتون برای من مهم بود که امریکا و نه فقط امریکا ولی اینترنشنال بدونم واقعا طعم غذای ایرانی چیه. ما فقط it's not just kebab and you know falafel بابا گانوش. میدونی امریکایی فکر میکنم بح رفتم چلو کباب خوردم، غذای ایرانی خوردم، ولی میخواستم یه خود ایژوکیتشون کنم راجب تمام سپایس هایی که داریم، تمام اینگریدینت های فرشی که استفاده میکنیم. دایت مدیترینین چقدر هلثی تر از دایت های نرماله که you know, فراوون ویژتبل و فیش و تیست های مختلف. اینه که مهم بود که نه فقط امریکا بدونه ولی واقعا دنیا این غذای ایرانی رو یک جور دیگه ببینه. و I wanted to demystify the mystical for the American palate. و موفقم بودید برای اینکه چهره آشنایی شدین. میبینیم که نتیجهش هم اینه که الان برای سالی که در پیش هست سه تا شو مختلف دارید. یه دونه شو داشتن خودش خیلی کاره و خیلی زحمته. حالا شما این سه تا، همین سه تا رو دارید، همین که کار خودتونم در کنارش دارید انجام میدید، یعنی اون پامپ لاونج که با خانم ونده پامپ هستید هنوز دارید اونجا رو، اونجا رو هم کار میکنید، شف اونجا هم هستید خانم داویدی؟ بله، من اونجا بیشتر کارم کانسالتینگ بود، اون منیو رو درست کردم ولی برای یک سال بودم وایستادم که میک شور کنم که it was a success ولی خود and خدا رو شکر it's a huge success and it's doing very well. من الان کار دی تو دی هم کانسالتنت هم برای کمپانی یو اس فودز که بزرگترین فود دیستریبیوشن کمپانی توی امریکاست و تقریبا روزی شاید مثلا 10 تا هفته 100 تا رستوران ببینم که باهاشون کانسالت کنم راجب منیو، راجب لوکیشن، چی کار بکنن چی کار نکنن که بیزنسشونو ادوانس بکنن. تو کار دی تو دی هم هست غیر از کار تلویزیونی و کتاب. با امید خدا امسال یک کوکبوک ایرانی میدم بیرون. I'm very proud of it. که بعد منتظر اون کتاب باشیم خانم داویدی. 2017 خیلی ازم خواستن، خیلی هم وایستادم تا مطمئن باشم که اون جوری که میخواستم بتونم این کتابو بنویسم و مردم واقعا ایمبریس کنن که بخوان یه چیزی باشه که اینترست داشته باشن که بخرن. و I also have این تابستون یه گروه رو دارم میبرم از لیزبن به روم با اوشیانا کروزز که تو این کروز تنها کروزشیپ تو دنیاست که کالینری سکول داره و من تو این شیپ یاد میدم که چجوری آشپزی بکنن و 100% میک شور کردم با کروز شیپ که من گفتم میخوام غذای میدل ایسترن درست کنم. حالا شما هر چی که میخواییم بگین ولی we're going to cook middle eastern food and surprisingly enough خیلی comfortably الان خیلی بهتر accept میکنن که شور میخوان یاد بگیرن، میخوان که ببینن. من توی شور جدیدی که داشتم جوجه غوره با بادمجون درست کردم and they were amazed. غوره و جوجه و بادمجون. بله. شما سایت یا سامانه شخصی دارین که این برنامه هایی که دارید، ایونت هایی که دارید، اگه بعضی ها بخوان شرکت کنن یا اطلاعات بیشتری بگیرن چگونه میتونن از شما خبردار بشن؟ شما تو فیسبوک هستید اینو میدونم ولی آیا؟ بله، من تو فیسبوک هستم، پنی داویدی بورساک BORSUK. شوهرم امریکاییه. بله. So I kept his last name. و تویتر، اینستاگرام، تو همه فرم سوشال میدیا هستم، میتونن فالو کنن. یعنی کروزی که شما
کروزی که در موردش صحبت کردین میتونن بیان و مثلا یک کسی علاقمند باشه آشپزی یاد بگیره اون میتونه ثبت نام بکنه بیاد یا باید فقط برای شفا دارید این کلاس رو میذارید؟ نه برای گستای شیپ هست، نه برای گستایی که میان توی کروز هست. و I'm going to have a few more. سال دیگه بیشتر از این برنامه میذارم چون دیمند خیلی زیاد بود و یه فود فستیوال خیلی بزرگ دارم که اکتوبر توی بیورلی هیلز، توی اپریل توی مکسیکو این فستیوال رو داشتم و the next one's coming up in October in Beverly Hills. But همیشه من I'm going to be talking about different things, announcing different things. علی فیسبوک خودتون که میدونین که همه چیز درش هست. First place که بره فیسبوکه. درسته. و به خاطر همینم شما رو من فالو میکنم توی فیسبوک چون واقعا یکی از خوشحالی های من اینه که نسل جوانه ایرانی ها و به خصوص زنان ایرانی کارهایی که سالها شاید به دلیل سنتی خانواده ها نمیذاشتن که واردش بشن دارن وارد میشن و چقدر موفقن و چهره ای که از زن شف ایرانی الان داریم در خارج از کشور با حضور شما و دو سه تن دیگری که هستند که خیلی هم معروف شدن مثل آریانا، مثل خانم باتماقلیش و دیگران، اینا همه برای جامعه ایرانی خبر خوشی است که امکانات و وسایل اینی که زنان ایرانی، دختران جوان ایرانی اون چی که مورد سلیقه شونه و عشقشونه و دوست دارن انجام بدن رو برن دنبالش و اون کار رو بکنن و موفق شن و تبدیل به چهره‌های بین المللی بشن، یکی مثل خانم پنی داویدی که چقدر بهتون افتخار میکنم من و براتون آرزوی موفقیت میکنم. حتما لطف کنید برای اون جشنواره غذا که در ماه اکتبر در بیورلی هیلز برقرار میشه ما رو خبردار کنید که بازم یه گفتگوی دیگه با شما داشته باشیم، اطلاعاتشو به دوستان شنونده بدیم. خانم داویدی حتما my pleasure. موفق و پیروز باشین، خسته نباشین و تا دفعه بعد که با شما گفتگو بکنم روزتون خوش. مرسی هما جون، روز شما خوش. پنی داویدی، خدا نگهدار. همین یک شنبه ساعت 11 صبح آقای مهندس هوشنگ تجاریه مدیریت کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک در مورد کارهای ساختمانی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-386-4555. شنوندگان عزیز، من احمد باروتی تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلنر و من نازنین باروتی استیت پلنینگ اترنی هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000. دکتر روبن آبرامز با شما سخن میگوید. بزرگی و سنگینی بیش از حد سینه باعث دردهای گردن، شانه و پشت همراه با ناراحتی‌های دیگه میشه. به همین دلیل کوچکسازی سینه یکی از رضایت بخش ترین اعمالی است که در دست جراح پلاستیکی با تجربه بهترین نتایج رو میده. زیرا عمل کوچکسازی سینه بلافاصله این دردها رو برطرف میکنه. بهبود بعد از عمل نیز بسیار آسان و سریعه و در اکثر موارد عمل به صورت سرپایی انجام میشه. این رو هم بدونید که کوچکسازی سینه مختص خانم ها نیست و آقایون هم میتونن از این عمل بهره برداری کنن. این عمل در آقایون با برش بسیار کوچک و از داخل انجام میشه. در نتیجه جای عمل چندانی باقی نمیمونه. دکتر روبن آبرامز عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا، نامی مطمئن با 30 سال تجربه. 310-276-7777 310-276-7777. با کمترین هزینه سرمایه خود را حفاظت کنید. من شری بیبیان و من آزیتا رشدی در BEC Investments املاک شما را فقط با 1%، بله فقط 1%، به فروش رسانده و برای خریداران املاک نیز تخفیف ویژه در نظر گرفته شده. آزیتا رشدی و شری بیبیان با 25 سال تجربه در BEC Investments. 818-921-6169 818-921-6169. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. هفته‌ای که در پیش داره.
دوستان، در این بخش از برنامه به دیدار دوست و همکار سابق سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران میرم، آقای فریبرز یوسفی، کارگردان فیلم و تلویزیون که در شهر لس آنجلس نامی آشنا برای کسانی که اهل هنر و ادب هستند با فعالیت‌ها و کوشش‌های فوق‌العاده زیادی که در این شهر می‌کنند برای برنامه گذاشتن برنامه‌های مختلف و یا حمایت و پشتیبانی از هنرمندان ایرانی که به این شهر میان، حالا یا ساکن این شهر هستند یا اینکه برای دیدار میان، در هر حال کوشش فوق‌العاده‌ای در جهت اینی که در جامعه ایرانی برنامه‌های هنری و ادبی قابل اعتنا و برجسته و شایسته رو برگزار بکنن دارند و خبردار شدم که یک برنامه فوق‌العاده جالب هفته آینده روی صحنه خواهند برد با کمک چند هنرمند صاحب نام دیگر که اطلاعاتش از خودشون خواهیم گرفت. آقای فریبرز یوسفی، صبح شما بخیر. صبح بخیر خانم سشا، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. به شنوندگانتون صبح بخیر میگم. قبل از هر چیز میخواستم تبریک بگم برای جایزه میراث فرهنگی بهتون، واقعا باعث افتخار جامعه ایرانی هستین. شما محبت دارین، یک دنیا ممنونم. خسته نباشین شما با همه این کوشش ها و فعالیت های پشت سر همی که انجام میدید و با خبر خوشی که برای برگزاری یک برنامه به نام می ناب، کنسرت می ناب که هفته آینده روز 26 ماه جون روی صحنه خواهد رفت رو روی سن خواهد رفت رو دارید کارهای آخرش انجام میدید، ولی دوست داشتم که با شنوندگان خوب این برنامه که علاقمندن به برنامه های هنری و ادبی کمی در مورد این برنامه صحبت بکنید. آقای فریبرز یوسفی، خیلی متشکرم خانم سرشا. این اول از همه که آقای سینا شعلک بسیار فرصت کمی در لس آنجلس هستن تا آخر ماه جون، ما فرصتی پیدا کردیم که یک برنامه کوچیکی براشون ترتیب بدیم. سالن بزرگتر متاسفانه آماده نبود برای یه همچین برنامه به سرعت و ما یه جای خیلی کوچیکی رو در نظر گرفتیم. ایشون هم برنامه بسیار زیبایی رو آماده کردن که امیدوارم که دوستان بتونن شرکت کنن. روز یک شنبه هفته آینده 26 در مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مونیکا از ساعت 7 تا 10 شب میزبان دوستان خواهیم بود اگر که تشریف بیارن و این برنامه رو حمایت بکنن. آقای سعلک از همونجا که میشناسین، اول از همه این که ایشون شاگرد آقای شجریان بودن برای مدت‌های زیادی و از سن 11 سالگی شاگرد ایشون بودن، 10 سال قهرمان دنبک نوازی ایران بودن و صدای بسیار خوشی دارن. 31 آلبوم دارن ولی خب شهر ما بیشتر ایشون رو با همین سریال شهرزاد میشناسه و با آهنگایی که با آقای محسن چاوشی همخوانی کردن. بله بله. بسیار هم گل کرد توی ایران. خیلی خیلی زیاد. در خارج از کشورم هم همینطوری، این آهنگ ها همش به زیبایی اجرا شده و صدای آقای سینا سرلک واقعا توانایی و قدرتشون در اجرا باور نکردنی. یکی از هنرمندان برجسته جامعه ایرانی هستند و چقدرم باید از شما سپاسگزار باشیم که امکانات برگزاری این برنامه رو در فرصت کمی که آقای سرلک در شهر لس آنجلس بودن فراهم کردید. آقای یوسفی، خیلی متشکرم. بله، ایشون همونجور که خودتون گفتین، من فکر میکنم واقعا جانشین خوبی برای آقای شجریان باشن. وقتی که اصلا سینا میخونه اصلا صداش چنگ قدی چیزی به قلب آدم میزنه و بسیار دلنشینه و بسیار میده زیر پوست آدم. اصلا من فکر میکنم و امیدوارم که بتونه اون توانایی رو که داره برای تماشاگرانمون اون روز برقرار بکنه. حتما که این کار رو میکنم، به ویژه با گروه بسیار برجسته‌ای که برای ارکسترشون فراهم کردید. آقای نوید کندلوسی نازنین که استاد ویولون کمانچه هستن، آقای امید سیاره، سیروان منحوبی و عرفان نازمزاده که سازهای کوبه‌ای و عود و سنتور رو همراهی میکنن با آقای سرلک، گروه فوق‌العاده جالبی رو کنار هم گذاشتین آقای یوسفی و فکر میکنم که یه شب پر خاطره‌ای رو برای دوستان خواهید ساخت. بله، این تمامشون هنرمندان جوان هستن. آقای حامد فورسایی هم بهشون اضافه شده که پیانو میزنه اون شب یا گیتار هم میزنن و همونجوری که میدونیم ما ایرانی‌ها خیلی ها تمام این مغزهای کامپیوتر رو نمیدونم
علمی و اینا به خارج اومدن. خوشبختانه یه سری از این، یا شاید هم متاسفانه برای ما که در شهر لس‌آنجلس هست، خوشبختانه یک سری از این هنرمندان جوان که توابشون برنده جایزه هایشن، یعنی آقای امید سیاره 10 سال پیاپی برنده سنتور نوازی بودن، نوید کندلوسی سالهای متمادی برنده جایزه بهترین ویولنیست ایران بوده، و ما خوشبختانه اینا رو در این شهر داریم که بتونیم همچین برنامه فوق‌العاده‌ای رو ارائه بدیم. بسیار عالی. برنامه تحت عنوان میناب با صدای سینا سرلک خواهد بود. خاطر اینکه از آهنگایی که آقای سرلک میخونه اسمش میناب هست، و ما اینو برای چی میگن تیتراژ برنامه انتخاب کردیم. بله بله بله. بسیار هم اسم جالبی. اینو اگر که بسیار بسیار بلیتاش البته محدود هست الان، تقریبا ما شاید بگم امروز اگر نه فردا حتما سولد آوت خواهیم شد. اگر کسی دوست داره که تهیه کنه، شرکت کتاب هنوز یک چند تا بلیتی من دیدم امروز صبح آنلاین داره هنوز، یا میتونن برن در شرکت کتاب تهیه کنن. آقای بیژن خلیلی حمایت میکنن، بسیار ممنونم ازشون. توی ولی ما این دفعه تصمیم گرفتیم بذاریم نستل جوس به شماره 214 ونچورا بولوار، به خاطر اینکه اینجا پاتوق جوونا هستش، و ما گفتیم که هم یه حمایتی بشه از رستوران ایرانی، و همین که جوونا میتونن اونجا خیلی راحت تر بلیتو تهیه بکنن. و آنلاین هم که هست، همون ticketor.com/mayenab ای داره، MAYENAB ناب تهیه کنن. و دیگه میگم بلیتای زیادی نمونده. خیلی هم خوشحال خانم سرشار که شما تشریف میارین، از حمایتتون هم ممنونم که در برنامه‌تون اینو مسئله رو اعلام میکنین. خیلی حتما خیلی ممنون. با کمال افتخار. هر کدام از این جوانان هنرمند واقعا بر همه ما که میدونیم چقدر کار کردن در خارج از کشور، در خارج از سرزمین مادری، کسانی که کارهای سنتی ایرانی میکنن سخت براشون، ولی حمایت جامعه ایرانی در خارج از کشور برای این جوانهایی که همچنان با وجود که در خارج از کشور هستن هنوز موسیقی سنت ایرانی رو نگه میدارن و حفاظت میکنن واجبه. و امیدوارم که دوستانی که میرن، هرچند به گفته خود شما آقای یوسفی امکانی نشد که جای بزرگتری رو بگیرید، ولی همون مورگن ویکسن تیتر هم فضایی بسیار دوست داشتنی و گرمی رو به وجود میاره. من فکر میکنم خیلی از مواقع برنامه‌ای که اونجا اجرا میشه قشنگتر از برنامه‌هایی است که در سالن‌های بزرگ اجرا میشه. و سیستم آکوستیک خوبی داره، صداگذاری خیلی خوبی داره، و یه محفل دوستانه است، چون بیشتر از 200 نفر بیشتر جا نداره. و میگم که بلیتاش هم خوشبختانه تا اینجا تموم شده، خیلی محدود مونده اگر که تهیه کنن. من شماره خودم رو دوست داشتم خواهم سرشاره بدین حتما شماره تلفنتون رو بدین که به شما زنگ بزنن. 310-717-1259 بله. 310-717-1259 اگر که با منم تماس بگیرم، من خوشحال میشم که اطلاعات بهشون بدم. بله دیگه، امکان تهیه بلیت که به این ترتیب از همه جا هست، یا آنلاین ticketor.com/mayenab یا تلفن 717-1259 با پیش شماره 310، یا اینکه فروش در فروشگاه های ایرانی و شرکت کتاب در وست‌وود. و جوس فرمودی، جوس چی بود اسم اون؟ مستر جوس در ونچورا بولوار. به امید اینکه برنامه فوق‌العاده خوبی داشته باشین آقای یوسفی، و خسته نباشین، با همدیگه یکی از آهنگای زیبای سینا سرلک رو گوش میکنیم. مرسی خانم سرشار، متشکرم. روزتون بخیر. برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست، گویی همه خوابت کسی را به کسی نیست. آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک، جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست. این قافله از قافله سالار خراب است، اینجا خبر از پیش و باز پسی
از پیش دیدم که در آن آینه هر جز تو کسی صدای سینا سرلک رو با آهنگ برخیز شنیدید. با سپاس از شما شنوندگان عزیزی که همیشه ما رو در راهی که داریم تشویق میکنید با ما هستید. سپاس از فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه، مهمانان عزیز برنامه‌مون علی شاکری، یاری استوانی، عطرت الهی، فریبرز داوودیان، دکتر صدرالدین الهی، پنی داویدی، فریبرز یوسفی و از همه مهمتر شما شنوندگان خوب برنامه. همگی رو به آخر هفته شاد و خرم میسپارم با آهنگ دیگری از سینا سرلک و آقای محسن چاوشی. کجایی عزیزم، بیا تا چشام تو چشمات بریزم، نگو دل بریدی خدا نکرده، ببین خواب چشمات با چشمام چی کرده، همه جا رو گشتم کجایی عزیزم، بیا تا رگامو تو خونت بریدم، بیا رو تو رو کن منو زیر رو کن، بیا زخمامو یه جوری رفو کن، عزیزم کجایی دقیقا کجایی، کجایی تو بی من، تو بی من کجایی، عزیزم کجایی دقیقا کجایی، کجایی تو بی من، تو بی من کجایی. دوشنبه از ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504. همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر آقای دکتر مهدی حائری از دفتر ایران محضر در مورد قوانین ایران و نیازهای قانونی با شما به گفتگو می نشینند. 818-344-3099. I want to thank my mommy for loving me so much, for taking me to the doctor when I broke my foot, for leaving me alone when I wanted to be alone. And now, as a grown-up, I'm thankful for being able to take care of you, my dear mom, for taking you to your therapies, for understanding that sometimes you simply want to be alone. Roles change without us noticing. That's why AARP gives you the information to provide even better care for your loved one. Visit aarp.org/caregiving. Brought to you by AARP and the Ad Council. Get social with 670 AM KIRN. We'd like to hear from you. Join us on social media.
Just go to our website, www.670amkirn.com. At the top of the page, you'll see our social media links for Facebook, Twitter, and YouTube. Click on them and join us. Get social with 670 AM KIRN.